تمرین 5-5 ابتدا یک فایل جدید با انتخاب الگوی اکد آیزو 3D باز میکنیم. روی آیکون نیو در نوار ابزار دسترسی سریع کلیک چپ میکنیم با انتخاب الگوی اکد آیزو 3D و انتخاب اون با کلیک چپ کردن. روی دکمه اوپن کلیک چپ میکنیم، فضای کاری رو در نوار ابزار ورک اسپیس در حالت 3D مدلینگ قرار میدیم. نمای تصویر رو در حالت SW آیزومتریک، سبک نمایشی رو در حالت شیدد وید اج قرار میدیم و من اینجا از لیست بازشوی کالر کنترل رنگ یلو رو انتخاب میکنم. کلیه آیکون های نوار اذیت میبایست غیر فعال باشن. روی ویو نمای تصویر کلیک چپ میکنم و در واقع در حالت پارالل قرار میگیرم. ببینید اینجا من دو حالت دارم، یا اینکه در واقع در حالت فضای موازی باشم یا پرسپکتیو که اینجا در حالت پارالل یا موازی قرار میگیرم. گام اول رسم موضوع با فرمان 3D پولی با اطمینان از خالی بودن خط فرمان. حروف 3D پولی رو در خط فرمان تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. در مقابل اعلان specify start point of polyline، مختصات نقطه شروع رو 10 و 10 معرفی میکنم. کلید انتر رو میفشارم، در واقع این نقطه 10 و 10 منه. در مقابل اعلان specify end point of line، نقطه B نسبت به نقطه A به اندازه 6 واحد در راستای مثبت محور X قرار داره، نسبت به نقطه قبلی 6.0.0. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه C نسبت به نقطه B به اندازه 1 واحد در راستای مثبت محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی 0.0.1. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه D نسبت به نقطه C به اندازه 2 واحد در راستای منفی محور X قرار داره، نسبت به نقطه قبلی -2.0.0. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه E نسبت به نقطه D به اندازه 4 واحد در راستای مثبت محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی 0.0.4. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه F نسبت به نقطه E به اندازه 2 واحد در راستای مثبت محور X و 3 واحد در راستای مثبت محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی 2.0.0. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه G نسبت به نقطه F به اندازه 1 واحد در راستای منفی محور X قرار داره، نسبت به نقطه قبلی -1.0.0. و کلید انتر رو میفشاریم. نقطه H نسبت به نقطه G به اندازه 2 واحد در راستای منفی محور X و 3 واحد در راستای منفی محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی -2.0.-3. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه I نسبت به نقطه H به اندازه 2 واحد در راستای منفی محور X و 3 واحد در راستای مثبت محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی -2.0.3. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه J نسبت به نقطه I به اندازه 1 واحد در راستای منفی محور X قرار داره، نسبت به نقطه قبلی -1.0.0. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه K نسبت به نقطه J به اندازه 2 واحد در راستای مثبت محور X و 3 واحد در راستای منفی محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی 2.0.-3. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه L نسبت به نقطه K به اندازه 4 واحد در راستای منفی محور Z قرار داره، نسبت به نقطه قبلی 0.0-4. کلید انتر رو میفشاریم. نقطه M نسبت به نقطه L به اندازه 2 واحد در راستای منفی محور X قرار داره، نسبت به نقطه قبلی -2.0.0. کلید انتر رو میفشاریم. و برای بستن موضوع حرف C معرف زیر مجموع کلوز و در خط فرمان تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. گام دوم رسم پاره خط NO به عنوان محور چرخش با فرمان لاین. حرف L رو در خط فرمان تایپ میکنم، کلید انتر رو میفشاریم. مختصات نقطه اول رو 10.0
10 ویرگول منفی 2 تایپ میکنیم، کلید انتر میفشاریم و نیکس پوینت رو نسبت به نقطه قبلی 6 ویرگول 0 ویرگول 0 در واقع پاره خط به طول 6 در راستای محور x، کلید انتر رو میفشاریم. گام سوم تبدیل موضوعات ترسیمی به موضوع سبودی توپوره. بر اساس انتخاب پاره خط ترسیمی به عنوان محور چرخش با فرمان ریولو با اطمینان از خالی بودن خط فرمان، من حروف R E V رو در خط فرمان معرف ریولو تایپ میکنم. Select Object to Revolve که در واقع من میبایست روی موضوع ترسیمی با فرمان 3D Polyline اینجا کلیک چپ کنم، کلید انتر رو میفشارم و با توجه به اینکه پاره خط رو به عنوان محور چرخش میخوام انتخاب کنم، حرف او رو در خط فرمان تایپ میکنم، کلید انتر رو میفشارم، سلک ان آبجکت این پاره خط و اینجا ببینید که داره این ریولو چرخش داره انجام میشه و با توجه به اینکه زاویه چرخش رو در خط فرمان میخوام 360 درجه وارد کنم، 360 درجه رو در خط فرمان تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. این در واقع شد این ترسیم من که در واقع یک نوع قطعه صنعتیه.